نمیدونم باید تبریک بگم یا چه تبریکی؟ اینکه قاتل برادرت پیدا شده دیگه. قاتل برادرم؟ هم پیدا شده هم قصاص. من نمیتونم باور کنم. باید پیچیده تر باشه. چرا؟ اگه برادرت آدم پیچیده‌ای بوده که قتلش هم پیچیده باشه. من نمیتونم باور کنم. چیو نمیتونی؟ مگه برای موساد کار میکردی یا دشمنش بوده؟ رسول نیفتی توی مریضی که خودت آزار بدی ها؟ یه دانشجو جوان احساساتی و یه سری قول و قرار با یه دختر جوان احساساتی، بعدش هم یه احمق جوان احساساتی که این فاجعه رو به بار آورد. من با این سیستم موافق نیستم. چه سیستمی؟ ببین اینجا محله که من توش زندگی میکنم، همسایه ها همشون یه حافظه از گذشته من دارن. از زن عقد کردم، تو و این ماشینت واسه این محل یه عالمه پرسشی. میبیننت بعد سوالاشو میاد یقه منو میگیره. نمیشه که هر وقت دلت خواست گازشو بگیری بیای اینجا. شب چرا یاد نیومدی؟ سلام داداش. سلام. من همینجا عزاداری میکردم، بغل دست عقدنامه. چی شده؟ باید چی کار میکردم که حریف رسول بشم؟ حریف دلش، توقعش، احترام به چیش باید میذاشتم که نذاشتم؟ آقا جون اگه 80 تا حرفم بهم بزنه سرمو بلند نمی کنم. اما همیشه تا از رسول گفت سرمو بلند کردم و دفاع که رسول خوبه، که گرفتاره، که دوستم داره. گفتم چی شده؟ براش کت شلوار میفرستن، خوشتیپش میکنن طبق سلیقه خودشون. چرا داداش؟ چرا رسول اینجوری میکنه؟ این فرشته و این پیتزا فروشیش از کجا پیدا شده؟ کجاست این پیتزا فروشی؟ چرا پیتزا فروشی؟ کرم از خود درخته، از رسول. این درخت کرمی نداشت، تازگی انداختم به جونش. رسول نونه که من گذاشتم تو دامنت، سالم، پاک. حالا اگه بیعت شده، تازگی اگه اینطوری شده، این پیتزا فروشی کجاست؟ همون جایی که رحیم کار میکرد. اما من باید با رسول حرف بزنم، باید. زیادی بهش رو دادم، زیادی لیلی به لالاش گذاشتم، داد زده داد نشنده. Thank you.
سلام. سلام علیکم. بفرمایید. سرگرد اعتماد هستم. بله بله، بفرمایید. چند بار اومدم دنبالتون، متاسفانه جواب ندادید. من از دایره دیگه به پرونده شوهر شما رسیدم. سرکار، یعنی رسیدن شما به پیدا شدن شوهر من کمک میکنه؟ من شکایتتون رو خوندم راجع به گم شدن همسرتون. خب حالا شاید جوابای شما، تلاشای ما، همه اینا به پیدا شدن مقصود کمک کنه. باباشم تو این اتاقه، فلجه، 78 سالشه. 70 سال از بچه من بزرگتره. این طفل معصومم که فلجه، مقصودم که گم و گور شد. اون نه شوهر خوبی برای من بود، نه بچه خوبی برای باباش، اما جونش به جون نسرین بستگی داشت. 50 میلیون پول میخواست برای خرج عملش توی بیمارستان خارج. خیلی این ور اون ور زد، هرچی که داشتیم و نداشتیم فروخت، ولی جواب نداد. البته توی بیمارستان ایران جواب نداد، بازم داشت پول جمع میکرد. حتما بلایی سرش اومده که نیستش. اون بدون نسرین از کجا داشت پول جمع میکرد؟ مگه یه پیک موتوری توی یه پیتزا فروشی چقدر در میاره که 50 میلیون تومن پس انداز داشته باشه؟ مادر، مادر، سلام مادر. سلام مادر جون، چقدر میخوابی؟ کی بود؟ داییت بود، اومده بود بگه که خوشحال از اینکه شنیده قاتل رحیم شده قاتل خودش. مریض بود، قلبش گرفته بود از اینکه میدید اعلامیه رحیم به در و دیوار چسب. رحیم هیچ وقت از خواستن و دوست داشتن حرف نزده بود. مثل پدرتون بمونی تو دار و دل مونده. میرم خونه مریم براش گوشت و جیگر رو حله حوله ببرم. بگو سر و خاک رحیم داره، خیلی گریه. چشم، به مادرم هم میگم، میگم انقدر گریه نکنه، گریه زیاد مریضی میاره، همونطور که گریه نکردن میاره. از فائزه چه خبر؟ بی خبر نیستم. خداحافظ. شما نگفتن نذارین کسی پارک کنه دم در مغازه؟ این ماشین اگر مال کیه گذاشته اینجا؟ مال من خانم. بله خانم، با شما کار دارم. با من کاری داشتین؟ اگه شما فرشته خانم هستین بله. هستم. امرتون.
یه همچین اتاق شیکی اونم توی پیتزا فروشی. گفتین کار داشتین، بفرمایی. رحیم قبل از مرگش برکت بود، دست خیر داشت با اون دست و بالا تنگش. کسی که موقع زنده بودنش برکت بود، توقع دار میکنه همه که بعد مرگش همی برکتی پشتش باشه. یه صلایی سر مرگ رحیم با رسول آشنا شدی؟ نه، شاید پنهون صلاحش. من رفیقشم، برادر زنشم، وکیل وسیشم. میدونی چرا؟ چون از سر مرگ رحیم اصلا حالش خوب نیست، نمیدونه چی کار باید بکنه چی کار نکنه. تو چی میخوای از رسول؟ حرف زن. تو میدونی اون زن داره؟ خواهر من عقد کردشه. خواهرم میگو براش کت شلوار فرستادی. میری میای، میره میاد. من نمیدونم چی شده یا چرا شده، فقط میدونم رسول اهل این حرفو نیست، یعنی نبوده و نیست. خواهرم میگفت کرم خود درخته، اما رسول آفت نخورده، کرمی نداشته. حالا این رسول بچه یتی ورزشکار، بچه امین محل، کجا داری میبریش؟ حرف زن، شهر به پا نکن. اون زن داره، تعهد داره. خیلی خوب، حرف نزن، اما به حرفایی که شنیدی خوب فکر کن. آقای برادر زن، امشب که بیاد بهش میگم اومدی. اون امشب اینجا نمیاد، اون میاد هیئت. شرط میبندی؟ مگه قرار نشد تو استراحت مطلق کنی؟ به به، سلام علیکم. سلام. در باز بود؟ شوهرت در باز کرد. دست در نکنه، زحمت بشه. چی کار کنم دیگه رسول جان؟ کار مشتری رو که نمیشه زمین گذاشت. من که سر در نمیارم، تو خودت گفتی میخوای کار نکنی. هیچی سر جاش نیست. آخه مگه تو باید نون بدی؟ ای بابا، شانس منه دیگه، اینقدر حواس پرتقال کرده بودم. کدوم شانس؟ نون این خونه رو، هر خونه رو باید مرد بیاره. می آورد، حالا نون ازش قهر کرده، قرض و قله افتاد به جون دستگاه تراشکاریش. خودت که میدونی هر چی داشت فروخ گذاشت پای بدهیاش. اونم که بعدش نمیاد، یه همتی، یه دنبال کارگشتنی، با خونه نشستن که کار درست نمیشه. تراشکاری زدن پول میخواد، سن و غرورش هم که دیگه الان اجازه نمیده بره کارگری. زن و شوهر با همن، رسول جان پیش میاد دیگه. تو زیادی پاش وایسادی. تو آقا جون گفتین آینده داره، صنعت بلده. گفتین زنش شو، زنش شدم. دختری 17 ساله رو فرستادین خونه بخت. حالا اما نمیتونم چی شد یهو از چشم تو آقا جون افتاد. لابد یه کاری کرد که از چشم افتاد، صداشو برد بالا، دست رو تو بلند کرد. اگه بگم قضیه اون کت شلوار و فدراسیون رو باور نکردم چی میگی؟ میگم دیگه چه خبر؟ یعنی حرف عوض کردن دیگه. ولی تو چه بخوای چه نخوای، من تو کارت سرکمو میکشم. سفیدپوش که اینجا پیدا نمیشه. باز خدا رو شکر ما رو قاطی آدم دونستی، افتخار دادی آقا رسول. آقا سعید مریم باید استراحت مطلق کنه، وگرنه دوباره میترسی دو سر سوخ شه که بعد از چند وقت هم بچهش بیفته هم از کار و زندگی.
دوست داری با کنایه حرف بزنی همه واسه کپ بزنم بگم به به چقدر خوشگل حرف بزنی. میبینی چقدر شبیه شما و بابای خدا بیامرزتونه. اینم تا من حرف میزنم میزنه تو ذوقم، میگه بسه، اینم روی خوش نداره. شما راضی نیستین ولی من همه جا پوزتو میدم که فلانی که قهرمانه برادر زن منه. روی خوش که از خانواده زنم ندیدم، بذار لااقل دورا دور پوز بدم. از کجا به کجا میزنی؟ من حرفم سر مریمه، خواهر شما زن منه. اگه آقام حرف میزد سر نصیحت بود. پل کن آقا رسول، این حرفا هزار بار گفته شده، دیگه تکراریه. پاشو پشت چرخ، نمیخواد کار کنی. من بیکار شدم که این نشست پشت چرخ، نه نون زن خوردن داره نه حرف سخن این اون. این از من که نگی زنشو با شکم پردشون پای چرخ. موهاش به این منظمی نبود، یکم آشفته تر بود. اینم آشفته تر. ابروهای پرپشتری داشت. این خوبه؟ بله، منتها چشماش کشیده تر بود. کشیده بود چشماش؟ بله. این حالت خوبه؟ یکم بیشتر. بیشتر. سلام. سلام. خسته نباشی. میمدی کمک؟ آقاشون یه دو تا چای میاری؟ اون نمیتونه، کار داره، خود برو بیار. حرف دارم که میگم دو تا چای بیار. خب رسول داره اذیت میکنم. یه چیزی بگو من باورم بشه. رسول؟ اونم تو وضعیت این روزاش؟ شما رسولو دوست داری؟ واسه همینه که چشتو بستی. من چیز بدی ندیدم من رسول که چشم باز کنم. شما دل بده به من، من میشم چشات. اون وقت بدی های رسولو میگم. کو رسولی که میگم داره هیئت بود. تالا از خودت پرسیدی؟ هم پرسیدم هم گلش خودش کردم. باشو باشو برو اکور را بنداز. باشه را میندازم. اول با چیزایی که دیدم بهتون بگم بعدم. قلب مادر میگیره داداش، قلب دایی، قلب من.
تو اینجا چیکار میکنی؟ ببین ساعت 4:30 خیابان 8 روبروی پل عابر پیاده امضا عنکبوت. عین همین نامه رو برای منم فرستاده. پس عنکبوت زنده است. الانم جلوت نشسته. اصلا شوخی با ما زینم. خانم اینجا توقف ممنوع حرکت کنید. دوست داری مرموز به نظر بیای؟ نه ولی دوستشم تو به سن قانونی رسیده بودی، خودت پس خودت حرف میزدی، یه زبون داشتی اونم مال خودت بود، نه تو دهن همه، دهن برادر زنت. چی میگی؟ برادر زنه؟ اومده بود پیش من گفت از سر رسول بردار، تهدید، نصیحت، زبون ناخوش. رسول زن داره، تو زیادی کرمی بگن رسول تافت نداشته. ببین گوش کن، اگه قراره به هم دیگه به پول فکر کنی، خب یه هزینه هایی هم داره دیگه. شاهرخ امشب منتظره، شب میام دنبالت تو محلتون. خجالت میکشی نگاه کنی؟ نه میترسم غیر رسول چیز دیگه ای ببینه. مثلا چی ببینی؟ یکی که نمیشناسمش، یکی که خون به دل خواهرم میکنه، خون به دل دوستمون میکنه، خون به دل آبروش. واسه امام حسین کار میکنی اون وقت سرک تو زندگی دیگران میکشی؟ امام حسین هم سرک میکشید، وقتی دیدی یزید داره ظلم میکنه رفت که یقهشو بگیره. حالا اومدی یقه منو بگیری؟ من چی کارم؟ اون امام حسین بود، نه من یه لقبا. من التماس میکنم بکنم، اگه التماس بکنم همون رسول سابق میشی؟ اومدم بگم که قرار نیست تو همه چیو بفهمی، قرار نیست از همه چی سر دراری، اینقدر این ور اون ور نرو، اینقدر شلوغ بازی در نیار، یکم عاقل باش بچه. کسی که یه سفره رو پهن میکنه مسئولیت سفره رو داره. فایزه رو حرف میزنی مزه مزهش کن، اگه نکنم با مش میزنی تو دهنم با اون مشتای قوید. میدونی چی داری میشی؟ میدونی با آدم های امثال تو چی میگن؟ میگن دله، میگن بی بند و بار. تو هم همچی با بند و بار نبودی، خیلی زود یادت رفت، از جوب و زرورق و کارتون خوابی رشد کردی داداش. اگه نفش قب آرومتو کنه بگو. آره من اون بودم، همو شدم این. اینی هم که الان هستی همچین جذاب نیستی. کیه که ندونه من چی بودم و چی کارا کردم، ولی گناهی گذشته من گناهی الان تو رو پاک نمی کنه رسول. چی بودی چی شدی؟ گنده حرف میزنی و منم وقتم کمه، این هم هم نگاه دوره برمونه، پس تو همین وقت کم بهت میگم خاله زنک بازی رو تعطیل کن. چه بازی رو شروع کنم؟ من و فازه پسم بر میان، دوره برم نپلک، دوره بر اونم نپلک. اونو که میگه کیه؟ فائزه یا فرشته خانوم؟ گفتم خاله زنک بازی رو تعطیل کن. هیچی، تو هیچی نیستی رسول، تا وقتی که اینی که الان هستی. چرا همجیری بایستدید؟ بیکار وای نستید؟ نمیدید قهرمان تو رو باده بچنگه بزنه. اون هر وقت خواست بره توی رینگ گفته یا حسین، اینجا هم که خونه حسینه. هر وقت رفته توی رینگ به حق بوده، لابد الان هم به حقه.
آرزبادی زد به خوبی. دست خوبی به کجا میزنی؟ مثل که همه چی جوره که من آدم بعدشم. لابد بدی کردی که بدی. خدا صابرین رو دوست داره. شما ها چتونه؟ چرا صداها بالاست و نگاه ها چپ؟ همه چی تو این دنیا انقدر راسته که کج بودن من تو ذوق بزنه؟ اگه بنیادت کج بود تو ذوق بمیزد. وقتی راست باشی و بنیادت کج بشه تو ذوق میزنه. رسول سلام سلام بریم بریم